بیننده برنامه رادیویی از تلویزیون خورشید هستید. یافته های تلویزیون خورشید نشان می دهد در حالی که وزارت خارجه برای ایجاد سهولت برای مراجعین و رفع چالش های بخش کنسولی را به سکتور خصوصی واگذار کرده، اما روند تایید اسناد نسبت به گذشته طولانی تر شده و زمینه فساد را نیز فراهم ساخته است. اخیراً وزارت خارجه افغانستان بخش خدمات کنسولی را به شرکت خصوصی خدماتی جی تی آر یا شرکت خدماتی روان واگذار کرد و این شرکت اسناد چون تذکره، نکاح خط، اسناد تحصیلی پس از تایید وزارت خارجه دوباره به صاحبانشان برمیگرداند. وزارت خارجه کشور میگوید که بر اساس فیصله شورای وزیران و ایجاد سهولت‌های بیشتر برای شهروندان، بخش کنسولی این وزارت به سکتور خصوصی سپرده شده، اما به گفته شهروندان خصوصی سازی این روند به جای سهولت مشکلات بیشتر را به بار آورده است. تعداد از مراجعین از ولایت‌های مختلف کشور با پشت سر گذشتاندن مشکلات زیاد به منظور تاییدی اسنادشان به این مرکز مراجعه می‌کند و ساعت‌ها در زیر آفتاب سوزان در عقب شرکت منتظر تحویلی و یا هم دریافت اسنادشان می‌مانند. شهروندان از وضعیت جاری خدمات رسانی شرکت متذکره به شدت نگرانی کرده و می‌گوید که وزارت امور خارجه به جای ایجاد سهولت برای آنان مشکلات آفریده است. بیننده گرامی برنامه رادیویی، ما به موقعیت آمدیم که در آخر ساحه ایستگاه تایمنی مربوط حوزه چهارم امنیتی است و قسم که دیده میشه یک شرکت شخصی قرارداد را بر ارتباط از اینکه سابق در وزارت خارجه کنسولگری در ارتباط مهر تاپه میکردن، مهر تاپه سنگی بر اسنادی که بر وزارت خارجه ربط میگرفت، حال این قرارداد شخصی به این شرکت به نام جی تی آر داده شده. ما خواستیم به داخل شرکت بریم و با مسئولین صحبت کنیم، اما مسئولین فعلا گفتند که ما اجازه ای را نداریم که با شما صحبت کنیم، بعد از تعیین مراحل میتونیم صحبت کنیم، اما ما تعقیب میکنیم موضوع را که چه وقت به ما جوابگو خواهد بدن. چیزی که به ما وارد شد یا به آدرس برنامه رادیویی داده شد موضوع شکایات از این قرارداد و همین شکل قراردادی شده، یکی از بود فاصله خیلی زیاد یک فاصله را در نظر گرفتند که مردم باید از وزارت خارجه به ایده به آخر تایمنی به باز پس و از ایده پس به وزارت خارجه هر تایم مراحل اگر میشه چقدر وقت گیر است، یک طرف قضیه. دوم طرف قضیه نگرانی های مردم و شکایت مردم از بلند بودن فیس که جزشان گرفته میشه و مدت زمانی که کار در اینجا انجام میشه، این شکایت ها خیلی زیاد است، به خاطر که سابق در وزارت خارجه میگفتن در یک روز یا دو روز کل کار میشد و فیس هم خیلی کم، اما حالا فیس هم چند برابر است و در پهلویش وقت زمانگیر هم است، بر مردم سهولت خوبی را به وجود نآورده. به او خاطر نظریات مردمی را میگیریم و در ارتباط از این با مردم صحبت میکنیم، شکایت مردمی و کوشش میکنیم که با مقامات خود مسئول همی شرکت و با مراجع که زیر ربط است با وام صحبت های خود داشتیم. برنامه را تا آخر با ما تعقیب کنیم. راگل اندن امروز دن تاویل کلی من دخل شیان دا دوشنبه فورات قرار رو چرا کلی وای دا شنبه پسار شنبه پسار رخصتی سو نو بیا پاتا سو نن دو بجو تا ولی دیر پی تکلیف مشکلاتون در کدام ناهی هست؟ همی که زمانگیر است؟ زمانگیر تیرم سلرم امراد بسیب کابل که تیرم مخ که ما تا نمال میشت سو گوشلی و سیز مانسا پر اسناد وانی یو زر درس و آخستی سند شما چی هست؟ لیسنس بین المللی رایی لیسنس بین المللی 13 صد از شما خواست؟ 13 صد از من گیره. خواستان چی است از مقامات؟ باید چی کار انجام بدن؟ همچو شرکت قراردادی که یک شرکت هست میای میگیره قرارداد، باید چی کار انجام بدن؟ زه خورا رو نور سر نوال سر خلاصه ده ایچ فقط موش اسنادی جر فلا از رای که نور خبر ما ندر لول مشکل مداغه ده زمانگیر ده ای فورتل که مشکل ده یوا ورانده ده دره ورزنده ده شنبیه چه ده از ما افتا فرس تشکر شم سلام زخپلا د کابل وسدون کوم اوس میوات از ګیرا دل تر وړی و کار کوي خو د 1500 روپۍ دی وای دی دولت ته کدا غدا غنه مونږ پیګ مخته 1500 روپۍ نه اوس وخت وځه 1500 سابق چندو سابق 200 روپۍ اول 500 روپۍ مګر 500 روپۍ صحیح و با وای دی دولت مې نه شخصی نه پر مې برا اول خیره سبي ګیره خو کار تیس کنه اول چهار شنبه بیا چقا وخت ول میکشه تای کو چهار شنبه وخت مې ته به حساب 500 روپۍ میگیره نه 500 روپۍ خو په خاطر شخصی شرکت به یک روز خلاص شوه حالا ما را گفت چهار شنبه بیا چهار شنبه اینا بیشی باید با چهار شنبه بیشی 500 چهار روز پنج روز تا وقفه چهار روز اینه میخواد میگه شخصی شرکت و شخصی شرکت چی پیدا کرد پول زیاد شد و هم پول زیاد شد هم وقت زیاد شد هم فاصله هم دور شد فاصله دور شد چرا یک کامپیوتر است یک پنج دقیقه کار است ما با دبی لیسانس بگیریم با پنج دقیقه میدم
تذکیره را میبریم با پای نکمید. اینجا یک نفر شانده با خاطر پیسه شانده. حالا چهار شنبه من نمی خاطر چه کمیشن کارا میره و نمی جا سنده کمیشن کارا خلاص میشن. مردم ملکی چه برم میگه بیش پایین. حالا کمیشن کاری را که گفتن که جمع زمینه همو کمیشن کاری را گرفتیم خیلی او همو جا فعال هست. خب فعال هست اینه می خاطر ما را چرا پایین از وقت میدم. ما خب کمیشن کار نیستم. کمیشن کار را بتن چند خواد کرد؟ والا من نمی دو روز یک روز خلاص میکنم. یه خو نیست چه شخصی شرکت داره. با افغانستان چه شخصی شرکت باشه، شخصی شرکت این صلاحیت داره که امروز گرفت خب باید با ما تذکیره بده چه برو بخیر. 500 رو پا میگیره کار 4-5 سال میته یه چی پیدا کرد. یه خو نمی پیسه باید با دولت بره. که 4-5 وقت بده خب نمی پیسه خب با دولت بره. از شما که 500 رو پا گرفت کدام چیزی برتان آوه ایست کدام چیزی داده؟ نه نمی سند داد بیاده. نمی سند داد دیگر. تو باش کمیر یک دفعه بخوانیم سند بررسی تای مراحل مالی خزانه دار رسید پول شماره رسید اسم پرداخت کننده آوره خواهد نو فرعی سند تذکره میخواهند بگیرن نو تاریخ اینجا میبینین امیر یک دفعه چیز فیلم برداری کو در چیزی که سنده که بررسی داده میشه و پول ازشان گرفته میشه اتو مهر و امضای حکومتی و یا کدام بانک موجود نیست و یا حساب شماره حساب بانک وزارت مالیه که باید معلوم باشه که با کدام حسابی جاری میشه و با کدام حسابی پولها سرازیر میشه هیچ چیز معلوم نیست به خاطر در داخل این شرکت تمام کار طی مراحل میشه این موضوعات است که را بررسی خواهد کردیم. اول خود معرفی هم کن. سلام علیکم، احمد علی هستم، باشنده شهر کابل. همینجا در دفتر آمدیم به خاطر مورسنگی وزارت خارجه شهادتنامه مکتب. خب اینجا یک مشکلات داره فعلا که همی کارا بسیار طول میخواد. تقریبا یک هفته است که من میایم طول هیچ کارایم نشده. سابق در وزارت خارجه فکر میکنم هم وقتگیر نبود هم فاصله نزدیک بود. من فکر کنم در وزارت خارجه تقریبا یک روز یا دو روز بیشتر نمیگیره. اینجا فعلا یکی مشکل مکتوبشون است که مکتوب نمیاد برشون و دیگه بازی که میگیرن 3-4 سال میخوره. پولم فکر میکنم چیزی را که چیز پولم میگیرن تا فعلا خبر ندارم چند است. بله ها. تشکر از شما. سلامت باشید. تشکر. خدا معرفی میکنه؟ اجمالا دیوالم دولتی و کارکونته. امروز اینجا چرا آمده بودین؟ اینجا کجا است اول به من چون هیچ لهوی نداره ما نمیفهمیم کجا آمده. دایو شخصی شرکت ده او فکر کنم ده لوړ د بهرنی وزارت لخوا وسره قرارداد شوی دی هغه اسناد چې د مخکې به وزارتونو د خلاصول دلته دوی سره اوس قرارداد شوی دی د 800 افغانۍ په بدل کې ترانسکریپ او ډیپلوم د سنگی ټاپه د لپاره وړي او دوی بیا کار خلاصې خدمات دوی ترسره کوي. سابق یمی تای مرایل در وزارت خارجه در داخل خود مقر وزارت خارجه بود چقدر هم وقت میگرفت هم چقدر مصرف میامد؟ دوی خوص فقط نن چون یک شنبه ده نو دوی نن اسناد واخیستل او ویل چې چهار شنبه پورز به تاسو راځي یعنی تقریبا درې ورځې دوی زمان په نظر کې نیولای ورته نو نه پوهیږم ما خو په بهرنی وزارت کې دغه اسناد نه دي خلاص کړي چې هغوی څومره وخت ورکوي نه پوهیږم. قیمت چطور است؟ قیمت کشمه خوص په خپله لایحه کې 800 افغانۍ لیکلي دي از ترانسکریپ نمرات. بله بله. تشکر از شما. پهلوش میخواستم یک چیز دیگر شما پرسان کنم که فکر میکنین تعمیری که تایید آمد علی قرارداد شخصی شد بر سهولت مردم شد یا بر مردم هنوزم چالش زیادتر شد؟ والا چالش خو زیاد ده زکه یو خو مسافه لري شو بل قیمتونه هم لوړ دي او وخت هم دوی زیاد نیسی نو دوی چې دومره په دومره لوړه سطح باندې 800 افغانۍ مخلي بیا هم دوی درې ورځې څلور ورځې وخت ورکوي هدا اقل که دغه پیسې دوی اخلي خو په همزمان په یو ورځ کې چې دا کار خلاصول دا بخواه. تشکر از شما. بینندای گرامی قسم که شما میبینین نگرانی ها و شکایت ها خیلی زیاد است و اکثر از کسانی که به اینجا مشتری هستند و یا از طرف وزارت خارجه به این بخش پرستاده میشن نگران از سه موضوع هستند. پول گزاف گرفته میشه، وقت در وقت زیاد در نظر گرفته میشه، کمیشن کاری موجود است و در پهلوش بود فاصله هم خیلی زیاد شده از وزارت خارجه به اینجا بین و هر سنده که اگر طی مراحل میشه و یا دوباره فرستاده میشه برنهاد میبینین که فاصله هم خیلی زیاد است. این موضوعات است و چیزی را که دوست ما قبلا نشان داد که در سندی که برشان داده میشه حساب جاری و یا حساب وزارت مالیه وجود نداره. کمی پولهایی که از مردم به این قیمت گرفته میشه تقریبا دو یا سه برابر وزارت خارجه بخش کنترلیش بود گرفته میشه. این به کدام جیب ها میره؟ آیا به جیب های شخصی تقسیم میشه و یا به بودجه حکومت سرازیر میشه؟ این موضوعات است که تمام میشه در برنامه شما خواهید دید.
قبلا وزارت خارجه برای اجرای اسناد از مراجعین 100 افغانی تا 2000 افغانی اخذ می کرد. اما پس از واگذاری به شرکت خصوصی این مبلغ از 400 افغانی تا 2300 افغانی افزایش یافته است. قبلا برای تاییدی یک جلد تذکره 200 افغانی پرداخت می گردید، اما اکنون این مبلغ به 500 افغانی افزایش یافته است. متقاضیان تایید اسناد مدعی‌اند که کندی روند کاری، افزایش پول، تایید نشدن اسناد، موجودیت واسطه، بهانه‌جویی و برخورد نادرست مامورین، مفقود شدن اسناد و کوتاهی مامورین در این شرکت خصوصی باعث گردیده تا مردم از راه‌های غیرقانونی به تایید اسنادشان اقدام کند. تعداد از نمایندگان مردم نیز واگذاری تایید اسناد به شرکت خصوصی را نگران کننده خوانده و این کار را خلاف قانون می داند. تأثیر اطلون که دست و خواهد روان است. در غربی هم می دید. دید سرمایه داری سیستم وای، سرمایه داری دنیا وای. را اطلون که دست است دست طول جوند و دستی و میویرون و پوری وابستگی پیدا کرد. نه تنها یه وجه ستاسی کنسلی مسائل بلکه ستاسی صحیح بخش بلکه ستاسی اجتماعی آره ستاسی در طولینی ار ارخ با دغشی پا اشخاصو پوری رفت بیده چون داد سرمایه داری نظامونو ارمان دیه داد اوی استراتیجی ده داد اوی پرگرام ده اوی ده دیده پارکار که چه باید د یو سړی په ذریعه باندې ډیر خلک دی باید استعمال کړي او د ډیرو څخه باید استفاده وکړي ګټه باید چا ته ورسېږي یو نفر دا اصول دی د دوی او دغه اوس عادت کوي کرار کرار یې ورباندې عادت کوي نمونې په شکل یو پروګرام په وزارت خارجه کې یو پروګرام په بل وزارت کې یو پروګرام په بل وزارت کې چې تر څو د دغې ټولنې ذهن د دغه کار دپاره پذیرش پیدا کړي ویمنی چې دا ټولنه دغه څه ته باید آماده شي اول او آخر به د افغانستان ټول سر سیستم د ډیرو محدودو خلکو په لاس کې واوسیږي که چیرې تاسې اوس په دې مځکې د کورې ټولې پیسې کیدای شي د شپږو اوو کسو په لاس کې واوسیږي بیا د هغو څخه بیا مثال نور محدود خلک دي چې بیا په بل اندازه په لاس کې لري بیا نور محدود خلک دي چې په بل اندازه کې په لاس لري دا د سرمایه داری سیستم و حواس دی قرار معلومات خودمو که داریم در جا که میبینیم و بررسی میکنیم از وقت کرده ده چند آت آلت بدتر شده و اگر قبلا در یک روز کار مردم خلاص میشد و حال به مراتب زیادتر به خاطر که حکومت که 40% وزرا سرپرست باشه و یا سرپرست باشه حالت همین چیز که قرارداد صورت میگیره که به عوضه که به مردم تسهیل و آسانی برابر شود مشکلات مردم روز افزون میشه و زیاد میشه قسمی که شرکت روانه میگیم در وزارت خارجه شرکت خدماتی روان در مورد مشکلات یاد شده حاضر به پاسخگویی نشد اما وزارت امور خارجه میگوید که بر بنیاد قانون مشارکت سکتور خصوصی و سکتور عامه پس از فیصله کابینه وزارت امور خارجه تصمیم گرفت که فقط جمع آوری و توزیع اسناد را به یک شرکت خصوصی واگذار کند. فیصله یکی از نشست‌های شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان به تصحیح از قانون مشارکت سکتور خصوصی و سکتور عامه کار دریافت اسناد، طی مراحل اسناد و دوباره توزیع اسناد به دارندگانش پس از تاییدی وزارت امور خارجه به یک شرکت خصوصی سپرده شده. اما این همه اسنادی که ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه تایید میکنه نیست، بلکه صرف اسنادی است که ادارات دولت افغانستان در مرکز صادر میکنند و ترجمه شه ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه تایید میکنه. البته همه اسنادی را که سفارت ها و جناب کنسولگری های جمهوری اسلامی افغانستان در خارج از کشور صادر و یا تایید میکنند و یا هم اسنادی را که سفارت های کشورهای دوست مقیم کابل صادر و یا تایید میکنند تایید از او هنوز هم مستقیما در ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه میشه. اما
صرف اسنادی را که ادارات دولتی افغانستان در مرکز در افغانستان صادر می کرده باشند و او ترجمه می شه و پس از ترجمه رسمی و تایید رسمی بودن اداری که این ترجمه کرده از جانب ریاست قضایی دولت وزارت عدلیه میایه برای تاییدی به وزارت امور خارجه، البته صرف ترجمه ایش اینمی اسناد دریافت شه، تایید مراحل شه و همچنان دوباره توضیحش به دارندگانش پس از تاییدی وزارت امور خارجه را این مراحل کار قرارداد شده با یک شرکت خصوصی، البته او هم به هدف آوردن سهولت به مراجعین. در گذشته مراجعین از ازدحام گاهی اوقات شکایت می داشتند چون در بعضی اوقات سال تعداد مراجعین بسیار زیاد می شود و وقت تعداد مراجعین زیاد می شه و او صرف در بعضی از اوقات سال باشه، شما نمی تانین بر کل سال تعداد پرسنلی را که این خدمات عرضه می کنند به مراجعین زیاد بسازند، چون وقت در یک وقت سال که تعداد کم میشه باز امکاناتی را که شما ایجاد کردین، پرسنل اضافی را که استخدام کردین و یا فضایی را که فراهم ساختیم او بیهوده میشه. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که این شرکت پس از طی مراحل قانونی انتخاب گردیده است گفته که وظیفه شرکت خصوصی صرفاً جمع آوری اسناد، طی مراحل ابتدایی اسناد و تکمیل اسناد و تسلیمی و دوباره آن به مراجع پس از تاییدی وزارت امور خارجه می باشد و هیچ جای فساد و کمیشنکاری در این راستا وجود ندارد. ببینین اسناد شرکت تایید نمی کن. که کل روند به دست شرکت باشه، اگر خواسته باشه از کسی را زودتر انجام بده و خواسته باشه از کسی را دیرتر و به این ترتیب زمینه برای کمیشنکار فراهم شد. این صرف یک ادعا است چون این کار کلش مربوط شرکت نیست. شرکت صرف مسئولیت جمع‌آوری اسناد، ثبتشان در دیتابیز و انتقالشان به وزارت امور خارجه به هدف تایید را و دوباره توزیعش به دارندگان اسناد مسئولیت شده. تایید اسناد در وزارت امور خارجه. تایید اسناد کار شرکت نیست که شرکت بتونه از کسی را زودتر و از کسی را دیرتر انجام بده. و پس از اینکه شرکت اسناد را دریافت میکنه، بعد از دو روز کاری دوباره اسناد را به دارندگانش به همگی توضیح میکنه و مثل که پیشتر گفتم تایید اسناد کار شرکت نیست که بتونه از بعضی ها زودتر و از بعضی ها دیرتر انجام بده. ببینید اجرتی که شرکت دریافت میکنه از هر سند 300 افغانی است، صرف نظر از اینکه تعرفه دولتی اون سند چند است، یعنی پولی که به خاطر اون سند و تایید اون سند به حساب واردات دولت تحویل داده میشه او چند است. صرف نظر از اون از هر سند شرکت 300 افغانی دارد. حالا تفاوت به خاطر ایست که پولی که تحویل حساب واردات دولت میشه به خاطر تایید کتگوری های مختلف اسناد فرق میکنه این مقدار پول. به طور مثال از اسناد تولد و اسناد تعلیم و تحصیلی 100 افغانی تحویل حساب واردات دولت که جمع 300 افغانی فیز شرکت یا اجرت شرکت 400 افغانی شد. اما از اسناد چون وثیقه زوجیت، نکاح خط و تذکره 200 افغانی تحویلی دولت شد. خب از او 400 شد در این حالت جمع اجرت شرکت 300 افغانی است 500 افغانی باشد. از جواز رانندگی چی داخلی باشد چی بیننده پولی که تحویل دولت میشه 1000 افغانی است. این خود به خود با 300 افغانی اجرت شرکت 1300 افغانی میشه. از اسناد تجارتی سیاحتی 1500 افغانی است. و از اسناد تجارتی حقوقی 2000 افغانی است. که به 2300 هم جمع اجرت شرکت میرسه. یعنی تفاوت اینجا بین از 400 افغانی تا 2300 افغانی. ای البته مگر اجرتی را که شرکت دریافت میکنه به خاطر طی مراحل ای اسناد او 300 افغانی است، صرف نظر از اینکه از او سند تحویلی دولتش چند است.
در مورد چگونگی تحویل پول این اداره به حکومت بارها به وزارت مالیه به تماس شدیم، اما موفق به دریافت پاسخ در این راستا نشدیم. ارزیابی های تلویزیون خورشید نشان می دهد که از زمان نخست قرارداد وزارت خارجه با شرکت روان خدمت، متقاضیان ثبت اسناد که کارهای آنها از سوی شرکت دنبال می گردد با مشکلات گوناگون مواجهند. اگر اسناد و مدارک که نشان دهنده فساد و موارد غیر قانونی در دفاتر دولتی و غیر دولتی در دسترس شما قرار دارد، می توانید به این آدرس ها با ما شریک سازید.